به نام خدا و تقدیم سلام، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای ما. لطفاً چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فعال سازید تا هیچ یک از ویدیوهای جدید و جالب ما را از دست ندهید. خبر فوری: گروه طالبان مسئولیت سقوط چرخبال ارتش را بر عهده گرفت. به نقل از روزنامه 8 صبح، گروه طالبان ادعا کرده است که یک چرخبال ارتش را در ولسوالی واشیر ولایت هلمند سقوط داده است. محمد یوسف احمدی، یکی از سخنگویان گروه طالبان، روز پنجشنبه 12 حمل با نشر تویتی گفته است که این چرخ با ناوقت شب گذشته در منطقه بین کوکی و تامنیان از مربوطات ولسوالی واشیر ولایت هلمند که به هدف بمبارد به این ساحه آمده بود سقوط داده شده است. او گفته است که این چرخبال حین بمبارد بر موازی این گروه هدف قرار داده شده است. سخنگوی طالبان ادعا کرده است که در این حادثه 4 تن از نیروهای امنیتی به شمول 1 فرمانده ارتش کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع ملی اما گفته است که این چرخبال حوالی ساعت 6:30 شام روز چهارشنبه در ولسوالی نهرسراج هلمند نشست اضطراری کرده است. این وزارت تصریح کرده است که در این حادثه به هیچ یک از سرنشینان آن آسیب نرسیده است. این در حالی است که پس از سقوط یک چرخبال ارتش در ولسوالی بهسوت ولایت میدان وردک، تنش‌ها میان حکومت و عبدالغنی علیپور فرمانده خیزش مردمی وارد فاز تازه شده است. حکومت با سقوط این چرخبال به گرفتن انتقام سخت هشدار داد و برای سرکوب این فرمانده محلی 100 تن از نیروهای امنیتی را عازم این منطقه کرد. این امر اما با واکنش های تند شماری از طرفداران علیپور مواجه شد. شماری از آنان با راه اندازی یک هشتگ زیر عنوان من علیپور هستم خواهان لغو و توقف این عملیات از سوی حکومت شدند. در کنار این، برخی از اعضای مجلس نمایندگان نیز طرفین را به خویشتنداری دعوت کردند و خواهان حل مسئله از رای گفتگو شده اند. حکومت اما تا اکنون بر استفاده از قوه قهریه تاکید دارد و میگوید که خون کشته شدگان رویداد بهسود را میگیرد. در تازه ترین مورد، معاون اول رئیس جمهور کشته شدن 4 پیلوت و 5 نیروی امنیتی را یک جنایت توصیف کرده و گفته است که عاملان آن باید به سزای اعمال خود برسند. او دادن سابقه قومی به این عملیات را نادرست خوانده و گفته است که پوشانیدن جنایت زیر نام قوم از بنیاد بی اساس است. وزارت امور داخله نیز بر مجازات عاملان سقوط این چرخبال تاکید دارد و نیروهای امنیتی اطمینان می‌دهد که علیپور و افرادش به سزای اعمالشان می‌رسند. وزارت دفاع نیز بر ادامه حملات تاکید دارد و می‌گوید گفتگوها با کسی که مرتکب جرم شده بی‌معنا است. ماجرا از کجا آغاز شد؟ تنش‌ها میان حکومت ولیپور از زمانی اوج گرفته است که حدود 3 سال پیش در شهر کابل توسط امنیت ملی بازداشت و سپس با پادرمیانی سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور آزاد شد. این تنش‌ها اما با حمله نیروهای امنیتی زیر امر علادات فدایی، فرمانده پیشین پلیس میدان وردک، در دهم حدود سال 1398 و سقوط یک چرخبال ارتش بیشتر شد. در 28 مهود سال گذشته خبرهایی به نشر رسید که گویا یک چرخبال ارتش در ولسوالی بهسوت میدان وردک سقوط کرده است. در نتیجه سقوط این چرخبال 9 تن به شمول 4 خدمه آن کشته شدند. وزارت دفاع ملی در اوایل سقوط این چرخبال را تایید کرد اما در مورد علت آن چیزی نگفت. دو روز بعد این حادثه، این وزارت با نشر خبرنامه اعلام کرد که این چرخبال توسط افراد وابسته به علیپور سقوط داده شده است. علیپور نیز در صحبت با شماری از رسانه ها مسئولیت سقوط این چرخبال ارتش را بر عهده گرفت و گفت که در شب رویداد 4 هواپیمای نظامی برای هدف قرار دادن مردم در آسمان بهسود به پرواز درآمده بودند و اهداف را نیز بمباران کردند. او تصریح کرده است که این چرخبال پس از گلوله‌باری منازل مسکونی و موازی وی هدف قرار گرفته شده است. حکومت به ویژه وزارت دفاع ملی پس از تکمیل بررسی های 100 تن از نیروهای امنیتی را جهت سرکوب علیپور از رای بامیان به بهسود فرستاد. چند ساعت پس از انجام این عملیات، وزارت دفاع اعلام کرد که 12 تن از نیروهای تحت امر علیپور را کشته و شماری از پسته های ویرانیز تخریب کرده است. همزمان با آن، خبرهای نیز به نشر رسید و در آن اعضای شورای ولایتی گفته بودند که در پی حمله هوایی نیروهای امنیتی در ولسوالی حسی اول بهسود 1 زن کشته و 1 زن دیگر و 1 مرد دیگر زخمی شدند.
نمایندگان مجلس قضیه بهسود از رای گفتگو حل شود. این عملیات اما با موجی از واکنش های روبرو شد. شماری از اعضای مجلس نمایندگان انجام چنین عملیات در این برهه زمانی را کار درست نمیدانند و از حکومت میخواهند که قضیه بهسود را از طریق گفتگو حل کند. محمد علی اخلاقی نماینده مردم غزنی در مجلس به روزنامه 8 صبح گفت که قضیه بهسود به دلیل ضعف مدیریتی در هر دو طرف به وجود آمده است. او فرستادن نیروهای امنیتی به بهسود را ضروری ندانست و گفت که این غایله از رای سیاسی قابل حل است. او تصریح کرد که در ابتدا با ارسال نیروهای امنیتی به بهسود بعضی نگرانی ها به وجود آمده بود، اما اکنون این نگرانی ها تا جایی حل شده است، زیرا به گفته اخلاقی به محض ورود این نیروها علیپور و افرادش از محل عقب نشینی و پایگاه هایش را تخلیه کردند. در ضمن این عضو مجلس یادآور شد که مردم محل نیز با نیروهای امنیتی یک نشست داشته و در آن از نظام حمایت کردند. به گفته او مردم محل از حکومت خواستند که امنیت مردم و راه‌های مواصلاتی را تامین کند. با این همه این عضو مجلس خاطرنشان کرد که این مشکل باید از طریق گفتگو حل شود و از ظرفیتی که نزد علیپور و افرادش وجود دارد در امر مبارزه با تروریسم استفاده شود. حمید اکبری نماینده مردم میدان وردک در مجلس نیز بر حل این مشکل از رای گفتگو تاکید کرد. او به روزنامه 8 صبح گفت که پیش از این حادثه بارها به هر دو جانب تذکر داده شد تا مشکلاتشان را از طریق گفتگو حل کنند، اما طرف ها به این توصیه ها واقعی نگذاشتند و این سبب بروز چنین مشکلات شده است. اکبری تصریح کرد که اکنون علیپور در ساحل نیست، اما نیروهای امنیتی مردم محل را آزار و اذیت می کنند. شهروندان حمله را متوقف کنید. از سوی دیگر شماری از شهروندان با راه اندازی یک هشتگ زیر عنوان من علیپور هستم خواستار توقف حملات نیروهای امنیتی در بهسود شدند. آنان استدلال میکنند که علیپور به دلیل بی‌کفایتی نهادهای امنیتی و افزایش حملات گروه طالبان سلاح برداشته است. این شهروندان میگویند که در صورتی که حکومت با جدیت با طالبان و گروه تروریستی مبارزه میکرد چنین حوادثی به وقوع نمی‌پیوست. محمد یا محمدی در صفحه توییترش نوشته است: 1000 نیرو جنگی برای بازداشت یک نفر که تمام عمر خود را صرف محافظت از مردم کرده است فرستاده شده، ولی اگر این طور با طالبان می جنگیدند امروز طالب وجود نمی داشت. مجید محمدی نیز گفته است که اگر همین لشکرکشی که از زمین و هوا بالای علیپور انجام شده 1/4 بالای طالبان انجام می شد، امروز علیپور رخ با کو و بیابان نمی کرد و به دنبال کار و زندگیش می بود. به همین ترتیب شمار دیگر برعکس از حملات نیروهای امنیتی حمایت کرده و گفتند کسانی که نیروهای امنیتی را هدف قرار می دهند و می کشند باید مجازات شوند. از سوی دیگر حکومت بر موضعش پافشاری دارد و میگوید که عاملان سقوط چرخبال که منجر به کشته شدن 4 پیلوت و 5 نیرو امنیتی شدند باید مجازات شوند. گفتنی است که عبدالغنی علیپور به تعبیر مردم محل به دلیل افزایش حملات طالبان و گروگانگیری آنان از مردم مناطق مرکزی سلاح برداشته است. هرچند تو هنوز شمار دقیق نظامیانش معلوم نیست، اما دهاتن زیر امر او با گروه های مخالف مسلح دولت در مبارزه اند. دوستان عزیز، سپاس از اینکه تا پایان ویدیو با ما همراه بودید. لطفا برای ویدیوهای بیشتر چنل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید. تا درود دیگر، بدرود.